در تهران هر سال 4 ماه جهانی کربن می آمد اینجا، هم یه ماموریت اداری داشت کربن، هم کار تحقیقات استشراقیشو می کرد، ایران و اسلام و اینا، به شیعه علاقمند شد، مطالعه می کرد، مرد بزرگی بود حال این کربن. اینجا هفته 2 شب، 1 هفته در میان اینجا در خیابان بهاری منزلی بود، یه آقای پولداری که منزلشو اختصاص داده بود تشکیل می شود. ملاقات این دو بزرگ هانری کربن و علامه طباطبایی، یه تعدادی از اینجا بودن، از قم من همراهشون اومدم. فقط گاهی من فکر کردم خب پیره مرد علامه طباطبایی چی تو با این حال تو تابستونم، غالبا تابستونم پا میشه توی هوا گرم از قم، یعنی چی کربن استفاده میکنم، فکر کردم آقای طباطبایی چی استفاده میکنه. و بعد یه قضیه اتفاق افتاد که اون حال نقل نمیکنم، اونو نقل میکنم، فهمیدم که چرا میاد. یک حادثه اتفاق افتاد، من خواستم نگم ولی بگم دیگه ها، مانعی نداره. چند سالی به انقلاب مونده بود، این اواخر اصلا این شبهه من حل شد. یه بعضی از دوستان من که در انقلاب نقش داشتن و اونا می دانستن که من در جلسه کربن شرکت می کنم، آقای ساینده رو می دانستن، آمدن به من و آقای ساینده گفتن که شما و علامه طباطبایی بگید که این جلسه رو تعطیل کن، چون با امثال نصر و اینا خوب نبودن، اینا شایگان اینا. من گفتم چه حال اینا مثلا، یا به خود کربن هست به واسه دیگر این جلسه رو نوعی طاغوتی میدونم. نمیشه بریم به خود علامه بگیم، از شما میخواهیم که برید به علامه بگید که این جلسه رو تعطیل کنه دیگه نره. این حرف شنیدنش برای ما خیلی غم انگیز بود. گفتند و خب دوستان ما بودند دیگه و خودشون اهل این جلسات نبودن. من با آقای ساینی گفتم آقای ساینی شما بکن به علامه. گفت من مطلقا نمیکنم، تو میخوای بگو دیگه نگی، منم نمیکنم. بیدم آقای ساینی آل پاکی رو دست ما دید، گفت من نمیکنم، منم نگفتم. این هفته نگفتیم، هفته بعد برگشتیم دیدیم دوباره دوستان اومدن گفتین، گفتیم نه. از ما طلبکار که چرا نمیگی، فشار رو ما آوردن که باید بگید. خدایا چه بکنیم، بگیم نگیم، هم دلم نمیخواست بگم، اصلا نمیخواستم تعطیل بشه این، که مبادا تعطیل، خود منم میل نداشتم تعطیل بشه، بعدم رومون نمیشد چجوری بگیم. اما فشار رو ما زیاد جوری بود، ما امانت رو دیگه رعایت کردیم و یه روز در یه فرصت مناسبی آقای ساینی هم نشسته بود. من گفتم آقا دوستانی پیغامی دارن، حالا من اجبورم به خدمت شما عرض کنم، دوست ندارم بگم، اما خب پیامه، اگه اجازه بفرمایید عرض کنم. فرمود بگید. گفتم اینا انتظار دارن که این جلسه تعطیل بشه، میگن جلسه بی حال صلاح نیست ادامه پیدا کنه. تا من این جمله رو گفتم و الان که یادم میاد حال غمگین میشم، ایشون یه صورت سرخی داشت، چند برابر قرمزتر شد و یه رعشه مختصری هم داشتم، رعشش هم زیادتر شد، خیلی حالش بد شد. که من هنوز وقت که اون قیافه رو تصویر میکنم غمگین به لحظه سکوت کرد، چی نگفتم و خب خیلی ناراحت شد، سکوت کرد. حالا منم وقتی دیدم حالش ایشونه پشیمون از این که چرا گفتم و همطور مضطرب که چرا گفتم این حرف. لحظه سکوت کرد و بعد دوباره گفت عجب عجب، گفت من با صوت لرزان گفت با عنوان کسی که دست به قلم گرفتم و چیزی می نویسم در جهان اسلام، تنها راهی که من دارم به این که بدانم در جهان غرب چه می گذرد این جلسه است و این جلسه را اینها نمی توانند ببینند. همین دیگه چی نگفتم. تازه من دوزاریم افتاد که این تو این گرما پا میشید میاد، ببین یک متفکره ایشون، یک فیلسوفه، میخواد ببینه که تازه ترین مسائل فلسفی مطرح شده در مغرب زمین در جهان چیه که بتونه درست فکر کنه و درست تصمیم بگیره.